عاشق شدم، عزیزت میخوام. هیولا، هیولا، سمر داد نزن عزیزم، بیا بریم تو. بیا عزیزم یه لحظه صبر کن. سمر جون، تو به کی داری میگی هیولا؟ ها؟ بچه هست دیگه، همینجوری یه چیزی میگه. بیا اجازه میدی؟ یه لحظه صبر کن. سمر به من بگو، سمر جون، کی تو رو ترسونده؟ ها؟ به کی گفتی هیولا؟ منظورت به فضیلت خانم بود؟ چرا گندش میکنی؟ میگم بچه هست دیگه، همینجوری یه چیزی گفت. همینجوری ترسیده یعنی چی یاسمی؟ بعدن با هم حرف میزنیم فضیلت خانم، خیلی مفصل هم حرف میزنیم. روز بخیر. شاید فضیلت خانم براش قصه‌ای ترسناک تعریف کرده که اونم اینجوری داره ازش میترسه. باشه، من باهاش حرف میزنم که دیگه قصه‌ای ترسناک تعریف نکنه. میشه اجازه بدی بریم تو؟ کوچولو، به کی میگفتی هیولا؟ سلام. چی کار کردی فضیلت؟ حواست کجا بود؟ وای دیو خفته رو بیدار کردی. وای خدایا، دیدی چی به سرم اومد؟ دیو خفته رو بیدارش کردم دختر. ای خدا. سمر، تو به عمو مرد گفتی هیولا؟ آره راست میگه، من هیولا، من یه هیولای وحشتناکم. احتمالاً غریبی کرده. هیچ وقت همچین کاری نمی‌کرد. آقا راکان، گفته بودین بچه ندارین. این کوچولو دختر کیه؟ نه، دختر خدمتکارمونه. را بیفت دیگه، باید بریم. معذرت میخوای؟ آره فقط معذرت میخوای؟ برادرم عاشق دوست دخترم شده، اون وقت فقط یک کلمه میگه معذرت میخوام؟ آره نمیخواستم اینجوری بفهمی. دلم میخواست قضیه رو از خودم بشنوی. واقعا دلم میخواست میتونستم زودتر بهت بگم. سینان تو دخالت نکن خزان، تو دخالت نکن، تو تقصیری نداری، تو خودتو مقصر ندون. این قضیه بین من و برادرمه. هرچی میخوایی بگی به من بگو، همه شنو قبول دارم. همه خزان، خزان جوابی که باید میداده رو داده، جوابش هم همه ی ترکیه دیدن. من جوابی ندارم بهت بدم. خیلی حرفا دارم که بزنم، اما جوابی ندارم که بهت بدم. در برابر خیانت برادرم هیچ جوابی ندارم بدم. آره سیوشتم داشتم، من نمیخواستم بهت آسیبی بزنم. نمیخواستم برادرم ناراحت کنم، نمیخواستم اینجوری بشه. Thank you.
چی شد خزان؟ خیلی هرس خوردی که نتونستی کاری بکنی. بحث هرس خوردن نیست، نتونستم حقیقتو بگم، حقیقتی که تو میدونی، حقیقتی که با چشمات دیدی. اگه اون تصاویر رو دیدی پس خیلی خوب میدونی بعد از اون سیلی چه اتفاقی افتاد. سینا، من آبروتو نجات دادم خزان، اینجوری ازم تشکر میکنی؟ خیال نکن به خاطر سیلی که زدی چشام پر ازش شد. چجوری تونستی با هم بازی کنی ها؟ اون روز تو آواد چطور تونستی نقش عاشق دلسوخته رو بازی کنی؟ سینان ما خیلی تلاش کردیم، قسم میخورم هر دومون خیلی سعی کردیم فرار کنیم. دیدم چجوری تلاش کردیم. ببین، عمدن تو همینجاشو پخش کردی که بتونی یاووزو خورد کنی. اگه اونم مثل تو دلش میخواست لهت کنه رچه، بهت میگفت که احساسات ما دو طرف هست سینان، بهت میگفت بعد از اون سیری چه اتفاقی افتاد. اما سکوت کرد، هیچی نگفت. به خاطر کی؟ به خاطر تو سینان، به خاطر تو، به خاطر برادرش که با دستاش زندگی دوباره بهش داد. سکوت کرد. خیلی احساساتی شدم، انقدر احساساتی شدم که الان دستاتونو میگیرم میذارم تو دست هم. سینان بس کن، خواهش میکنم بس کن، حداقل به من بگو. التماست میکنم، بگو تا کی میخوای به این بازی ادامه بدی، بگو چه نقشه ای تو سرت سینان. بگو. نگران نباش، هر کاری بکنم جلوی چش خودت میکنم، حتی یه لحظه‌ش هم از دست نمیدی. به من اعتماد کن. نابودش میکنی؟ میخوای نابودش کنی؟ در اصل همه چی تو دستای توئه خزان. اگه دختر خوبی باشی و طرف من باشی، هیچ کس نمیفهمه یابوزگ من چه نامردی بزرگی در حق برادرش کرده. اگه بخوای این قضیه سیدی بیگودار با آب بزنی، همه میفهمن که یابوزگ من مهمت یلدیزه. الان که دیگه رفتمو برمیگرده و میاد. مگه میشه نیاد؟ مگه میشه نیاد؟ چی کار کردی فضیلت؟ چی کار کردی تو؟ کاش لال میشدی. خدا، بوی خون خورد به دماغ کوسه، دیگه بایی نمیسه. برمیگرده میاد سراغت، میاد بیچارت میکنه. برای چی بهش گفتی قدرت؟ چرا حواست نبود؟ چطور تونستی اسمشو صدا کنی؟ حالا میخوای چی کار کنی؟ فکر کن ببین چه غلطی کردی، فکر کن ببین باید چه خاکی تو سرت کنی. باید دوتایی ببینیم چه غلطی باید بکنیم. فضیل، چی گفتی بهش؟ را بیافت، زود باش، را بیافت. معذرت میخوای؟ آره؟ فقط معذرت میخوای؟ براترم عاشق دوست دخترم شده، اون وقت فقط یه کلمه میگه معذرت میخوام؟ آره؟ دست بردار نیستی یا سمی خانم؟ نه؟ نه بابا، چه خیالاتی داری؟ شوهر قحطی بود رفتی زن این مرتی که شدی؟ زن شدی بس نبود ازش بچه دار برای چی شدی؟ ساکت شو، دارم دیدیم. خانم همه فن حریف تا دیدش رنگ از رخسارش پرید. چطور تونستی بهش بگی قدرت؟ دیوانه شدی؟ گفتم تو باعث شدی که پاش به اینجا باز شه. خدا میدونه چه داستانی با این آدم داری جمیل خانم. چه داستانی داری دختران؟ یارو کار زندگیشو ول کرده اومده مادر بچهشو شکنجه کنه. آره؟ چطور در مورد داستان تو آداپازار حرف بزنی؟ منو ببین، مجبوریم در مورد قضیه قدرت به هم دیگه کمک کنیم. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ برای اینکه بتونم بهت اعتماد کنم باید اول طناب سینانو بکشی. تو چرا اینو نمیفهمی زاد؟ طنابش آماده کشیدنه، اما اول تو باید بگی قضیه چیه، بعد من طنابش بکشم. اول باید طناب سینانو بکشی جمیل خانم، بعدش معامله میکنی. اول داستان تو بگو فضیل خانم. داستان من گنده تر از قد تو عنکبوت. میخوای وجب کنیم فضیل؟ داستان من خیلی بزرگتر و بدتر از اونیه که فکر میکنی عنکبوت خانم. اولین باره میبینمش، از رانندهای ما نیست. من کارمنده کاظم خانو نمیشناسم، خودشون ایشونو فرستادن. آخ
آخ ما به نظرم بریم دیرمون میشه. من از وقتی دکتر خبر نداشتم. کاظم خان بهتون گفت؟ نه پیشنهاد من اج خانم، زایمان نزدیک، بهتر ریسک نکنیم، چکاپ لازمه. میتونم به کاظم خان زنگ بزنم؟ حتما، اما اول ویتامینتون رو بخوریم. من برم گوشیمو بیارم. بفرمایید. این ویتامین منه؟ انگار یکم کوچیکتر شد. مگه میشه؟ همونه که همیشه میخورین. ببینین، ببینین، همش این همه. معلومه که این همه. میبخشین، من تجربه یه عجیبی داشتم، برای همین یکم چیز شدم. خب یکم شکاک شدم. پارانویا؟ گفتم شکاک شدم. بله طبیعیه که نزدیک زایمان فکرتون به هم بریزه، چون هم استرس دارین هم هیجان زده این. میشه گوشی رو بیاری لطفا؟ حتما. شما ویتامینتون رو بخورین. کنم مامان یکم زیاده روی کرده، مگه نه پسرم؟ زود باش دیگه، زود باش. الو، سوار ماشین شدین؟ نه هنوز سوار نشدیم. میخواد با پدرتون صحبت کنه. دختری پر رو، نکنه شک کرده؟ یکم نگرانه، به رانندم شک کرده. ببین نباید بذاری به بابام سنگ بزنه. خب نگران نباشه، من فکر همه جاشو کردم. شماره کاظم خان و همه شماره هایی که فرستاده بودین رو تو گوشیم بلاک کردم. شماره کاظم خان رو هم توی گوشی باغبون زنش بلاک کردم. اصلا نگران نباشین، همه چیز تحت کنترله. خوبه از کارت خوشم اومد. به هیچ کس نمیتونه زنگ بزنه، شک نداشته باشین. قرص خورد یا نه؟ خورد. خوبه، منتظرم بهم خبر بدی. باشه، بعدم بهتون زنگ میزنم. یکم دیگه مونده، فقط یکم دیگه، دیگه تموم شد. از خودت و بچت خلاص میشیم. بفرمایید. اگه میخواین چرا انقدر اشغالی کازه؟ اجه خانم، اگه میخواین تو ماشین دوباره زنگ بزنین، بهتر زودتر راه بیفتیم که به موقع برسیم بیمارستان. به اینجا نزدیک؟ 10 دقیقه. باشه، گوشی دستم میمونه. باشه، بفرمایین تو ماشین. سیلی زده؟ چه داستان جالب و عجیبی. پس شروع کردی سینان، ببینم تو چه وضعیتی هستین. از شد زود باشین دیگه، هنوز سوار ماشین نشدین. ای خدا. نیل، نیل، الان منتظر یه تلفن مهمم، بعدم به هم زنگ بزن لطفا. چی میتونه از این مهمتر باشه سلین؟ مثل اینکه در جریان اتفاقی که افتاده نیست. کدوم اتفاق؟ چی میگی؟ منظورتو نمیفهمم. نگو که خبر نداری، همه یه ترکیه دارن در موردش حرف میزنن. راجب چی حرف میزنی نیل؟ برای چی باید به تو زنگ بزنن ها؟ همه دارن در مورد یابوسی حرف میزنن که عشق برادرشو بوسیده و سیلی خورده. چی؟ ببینم تو این چند روز
سمر رو تو حیات ندیدی؟ برخوردی بینتون اتفاق نیفتاده؟ مثلا چه برخوردی گفتم خان؟ نمیدونم، دارم از تو میپرسم. سمر دختر خونگرمیه، هیچ وقت نشده بود حتی با غریبا اینجوری رفتار کنه. از رفتاری که با تو کرد یکم تعجب کردم. میگن بچه ها و سگا بدی رو میشناسن. اما شما رو دوست داره، به خانومتونم خیلی وابسته است. معلومه که هر دوتون عاشق بچه، از بچه خدمتکارتون عین بچه خودتون مواظبت میکنی. هنوز خیلی جوانی، حتما خودتون بچه دار میشین. امروز صبح یکم زیادی حرف میزنی، بهتر حواستو بدی به مسیر. بله سلین. داداش فیلم بوسیدن خزان و یاووس تو اینترنت پخش شده، سینانم بد جوری به هم ریخته، یه عالم خبرنگار جمع شدن جلوی ویلا، باید زود بیای خونه. باشه، برمیگردیم ویلا. فکر کنم هوای ماشین منو گرفت. چقدر مونده؟ مگه نگفتی 10 دقیقه؟ دیگه چیزی نمونده ایجا خانم. هنوز داره حرف میزنه کاظم، هنوز داره حرف میزنه کاظم. ایجه خانم خوبی؟ سرم، معدم. آقای راننده میشه پنجره رو باز کنید؟ آقای راننده با شما پنجره رو باز کنید. آروم باشین، آروم باشین. قرص، قرص، تو با من چی کار کردی؟ کار کردی؟ بفرمایید عقب، بفرمایید عقب، لطفا تشریف ببرید. کاظم خان در این مورد چی میگن؟ لطفا سرش میکنم برید، لطفا از اینجا برید، لطفا برید دیگه، اینجا یه مکان خصوصیه، لطفا تشریف ببرید. خواهش میکنم گوش کنید. کاظم خان شما فیلمو دیدین؟ اینجا چه خبره؟ کاظم خان اینا شورشو در رو بودن، حرفای بی خود میزنن، چند مونده در رو بشکنن. پلیس رو خبر کنن. هر کاری کردم چشاتو بستی بابا، تو آدمی هستی که قاتل خواهرتو بخشیدی، برای همینم چشاتو میبندی، میذاری پسرت هرسشو خالی کنه. چیکار کنیم کاظم؟ به پلیس زنگ بزنیم؟ بذاریم کارشون بکنیم؟ کاظم خان شما به سوالای ما جواب بدین، لطفا بگین بیاد. ازتون خواهش میکنیم کاظم خان. خواهش میکنم آقای یاووس، چطور میتونید برادرتون خیانت کنید؟ آقای یاووس چطوری میخواین تو روی برادرتون نگاه کنید؟ نمیخواین حرف بزنید؟ آقای یاووس راست یک از خونه بیرونتون کردن؟ یه حرفی بزنین آقای یاووس. آقایون خانوما لطفا صداتون رو بیارین پایین، اینجا منزل مسکونیه، ملک شخصیه، انقدر سر صدا نکنید. خواهش میکنم، خواهش میکنم سر صدا نکنید، بس دیگه، لطفا برید.
لطفاً اینجا رو ترک کنید. لطفاً برید. اینجا سر صدا نکنید. خواهش میکنم. خواهش میکنم صداتون رو بیارین پایین. ببین کسایی که گفتی بیان حتی خبرنگار واقعی هم نیستن. میخوای این گوشت و قربونی بندازیش جلوشون؟ ازت خواهش میکنم سینان بهشون بگو برن. خودت برو بهشون بگو برن. ها؟ دستشو بگیر با هم برین بیرون که شریک جرم تنها نباشه. بگو بعد از اون سیری چیکار کردی که همه با هم جفتتون رو نفرین کنن. برو این کارو بکن که بعد همشون مهمتی لیزو بشناسن. آخ بهناز اگه بدونی چی شد. آخ اصلا خودمم نمیدونم چی شد که اینجوری شد دختر. خدایا از چیزی که میترسیدم به سرم اومد. بزرگترین کابوس زندگیم واقعی شد بهناز. چی میگی فضیلت؟ منو نترسون دختر نکنه. نه نه اون نیست. نه اونی که فکر میکنی نیست بهناز، اون نیست. اما اینم سایه اونه. خدا به دور فضیلت، چی داری میگی؟ یعنی دنیا انقدر کوچیک بوده بهناز، اومده تو این خونه، باورت میشه؟ آره دختر، برای چی در نزده میای تو اتاق من؟ ها گوشیو قطع کن، یه چیزی شده. چی شده دختر؟ خزانه آقای یاووس. آقای یاووس خبر دادی؟ حازم خان پسر خود برادر رو خیانت کرده. آقای یاووس سیلی شد. آقای یاووس میخواین از فرزند محرومش کنین؟ نمیخواین یه چیزی بگین؟ آقای یاووس سیلیش دردناک بود. آقای یاووس شاید هم بخواین یه بار دیگه امتحان کنی، یه جوابی بدین. آقای یاووس بپرسی؟ یاووس تو پرسیدی؟ تو پرسیدی؟ تو بودی پرسیدی؟ فکر کردی کی هستی؟ مواظب حرف زدن باش، مواظب حرفات باش. اینا رو از اینجا دور کنی، اینا رو از اینجا دور کنی. بیا اینجا. مگه نمیبینی کم مونده بیان تو؟ بابا نمیبینی؟ آقا یاووس الان دور رو بیان یاووس، بیا اینجا. با این سوالا طبیعی نیست، نمیبینی؟ کم مونده از در رد بشن بیان تو، یه همچین حقی ندارم. تو هم حق نداشتی. حق نداشتی این بلا رو سرمون بیاری. حق نداشتی. آقا گوکان اومد بچه ها. من بهت هشدار داده بودم، اگه به حرفم گوش کرده بودی امروز این برا سرمون نمی اومد. تو منو بل کن بابا، به پسرت برس، حواست به پسر کوچیکت باشه. آقا گوکان خواهش بکنم به سوالای ما جواب بدید. خیلی وقتش رو نمیگید، فقط چند تا سوال رو جواب بدید. آقا گوکان خواهش بکنم به سوالای ما جواب بدید. آقا گوکان چجوری میخوانی از خانومتون در مقابل برادرتون محافظت کنی؟ ببینم تو چی گفتی؟ آقا گوکان این چه کاری ردشون کنیم که نفهم اینا رو ردشون کنیم برن از اینجا. اینجا به توجه کنیم. صبر کن یاووس. چی شده؟ ها؟ سینان چی گفت؟ چقدرشو میدونه؟ چیا بهت گفت؟ تا اونجا که دیدارم میدونه. چی گفتی؟ منظوره چیه؟ مواظب خزم باش لطفا. بریم یه آبی به دست و صورتت بزن حالت بهتر شه. پاشو عزیزم پاشو. این حقش نه، نه حقش نه دخترم. پاشو پاشو صورتتو بشور. اگه احساست ما نفرین شده است باید با هم دیگه نفرین بشیم، اما اون تنها بود بین همه اتفاقا، تنه کنه یا تنها بود. من تک و تنهاش گذاشتم، اما هیچ کاری نکردم.
اشکاش نمیخوان تموم بشن. ببین چی میگم، دیگه بسه. شنیدی چی گفتم؟ دست از سر دخترم بردار و برو پایین به کارت برس. برو. هنوز کارم با دختر تموم نشده فضیلت خانم. ببین چی میگم سینان خان، من نمیذارم دخترم بازیچه تو بشه. تو که هرستو خالی کردی، دیگه چی میخوای؟ تمومش کن برو دیگه. هر وقت من بگم تمومه تموم میشه. بیا بس کن، جونم و به لبم رسوندی، دیگه چی میخوای؟ هان کافیه. هر کاری خواستی کردم، از این به بعدم میکنم سینان. اما نه به خاطر خودم. چیزایی که قراره به هم بگن اصلا برام مهم نیست. خودت خوب میدونی من به فکر محافظت از کیم. اون اشکاتو پاک کن، بیا کاری که باید بکنی یا بکن. دخترم قزاد. زنگ بزنیم پلیس بیاد. یاوز اینجوری نمیتونه از اینجا بره بیرون. بره بیرون درسته میخورنش. هیچ کاری نمیکنیم. به قدر کافی آبرومون رفته. دیگه نذاریم بیشتر از این بره. راتو بکش برو. بدون اینکه باعث آزار کسی بشی بذار. آقا یاوز، پر بیننده تنی خبر امروز بودیم. از این به بعد تصمیم داریم چیکار کنیم؟ برای خزم فکر کن، سلامتی برادرت فکر کن. بار توه این بار، فقط بار توه. کاظم خان، نظرتون در مورد خیانت پسرتون چیه؟ سینا، خیلی وقتتون رو نمیگیرید. چه کار کنین آقا یابوس؟ خواهش میکنم جواب بدید. بر بیننده تنی خبر امروز بدین آقا یابوس. آقا یابوس، آیا شما میرید آمریکا؟ از ترکیه میرید؟ پر بیننده تنی خبر امروز بودین آقا یابوس. از این به بعد تصمیم داریم چی کار کنیم آقا یابوس. آقا سینان، نمیخوایی یه چیزی بگی؟ آقا سینان، شما نمیخوایی چیزی بگی؟ آقا یوم، اجازه بدیم بیان تو. سینان، این چی کار میکنه بابا؟ با شما میگم بذاریم بیان تو. در رو باز کردن، بریم تو. بابا رسمن همشونو آورد تو خونه. باشه، ول کن، بذار خودشو خالی کنه. دوستان، واقعا متاسفیم که با یه همچین اتفاقی رفتیم تو صدر خبرهای امروز. من و همسر عزیزم خزان از این بابت خیلی ناراحتیم. اون تو این قضیه هیچ تقصیری نداره. نمیخوام بیشتر از این اذیت بشه. هم شما و هم همه ترکیه دیدین که همسر عزیزم چطوری جواب این بی‌ادبی‌و داد. 30 که عشقم به برادرم زد، در اصل ضربه بود که به خیانت کار زد. در مورد برادرم هیچ حرفی ندارم که بزنم.
منم مثل همه با دیدن اون صحنه بدجوری شوکه شدم، اما هیچ کس نمیتونه به اندازه من احساس سرخوردگی کنه. نمیتونم بهتون بگم که یه همچین خیانتی از طرف یه برادر چقدر میتونه تلخ باشه. فقط میتونم یه چیز بگم، این خیانت از برادرم و از نام خانوادگی اگمن بی. تنها خواهشم از شما اینه که تو این موقعیت حساس، به خصوص با عشقم و خانوادم، با احتیاط رفتار کنیم. حرف دیگه ای ندارم که بزنم. خزان خانم، شما در این مورد صحبتی ندارین؟ دوستان، همونطور که دیدیم همسرم هم بدجوری شوکه شده و خجالت میکشه. عشقم به خاطر کاری که برادرم کرده خیلی خجالت میکشه. کاظم خان، شما نمیخواین در مورد این اتفاق چیزی بگین؟ ببین کی اینجاست، یکم با همدیگه بازی کنین. خب بریم تو، منم ببینم این بیرون چه اتفاقی داره میافته. یاسمین خانم، بیا اینجا ببینم، بیا یکم به این هیولا توضیح بده. چی کار میکنی؟ هیولا باید کار داره. میکنی دیوانه شدی؟ که من هیولا، بابا هیولا است، بابای هیولا، بابای هیولا. گوش کن جمیله، دخترم میفهمه، درست مثل مادرش میفهمه هیولا یعنی چی. کاری به دخترم نداشته باش عوضی. باشه، چشم، 10 میلیون قیمت هیولا 10 میلیونه. پول که بیاد هیولا ساکت میشه. پولتو میگیری؟ میگیری؟ یه چیزی بگو که ندونم جمیله، قدرت همیشه هرچیو بخواد میگیره. آها، راستی اون مادر شوهرت وزیلت خانوم، انگار خیلی با هم دیگه جوری. اسم واقعی ما گفت، تو بهش گفتی؟ چیزی تعریف نکردم، اما ممکنه اسم تو گفته باشم. باز نتونستی جلوی زبونتو بگیری جمیله، باز نتونستی دختر. تموم شد پسرم؟ خودتو خالی کردی؟ خنک شدی؟ تموم شد؟ به من جواب بده پسرم. سینان به من جواب بده. تموم نشده بابا، تا وقتی تا آخرش نرم تموم نمیشه. یه روزه به من خیانت نکرد، پس یه روزم تموم نمیشه. به اندازه غرور من خورد میشه، همونقدر که قلب منو شکسته میشکنه. من با دروغ اون روبرو شدم، اونم با حقیقت خودش.
تا وقتی یاوزه من مهمتی لیز نشه این قضیه تموم نمیشه. فتنه تمومی نداره کازم، این فتنه تموم نمیشه. مجبوری انتخاب کنی، مجبوری انتخاب کنی. نمیخواد مسعود، خودم بیرونم. آه ببین کی اینجاست، یکم با همدیگه بازی کنین. خب بریم تو، منم ببینم این بیرون چه اتفاقی داره میافته. یاسمین خانم بیا اینجا ببینم، بیا یکم به این هیولا توضیح بده. چی کار میکنی؟ هیولا باید کار داره. چی کار میکنی؟ دیوانه شدی؟ که من هیولام، بابا هیولاست، بابای هیولا، بابای هیولا. گوش کن جمیله، دخترم میفهمه، درست مثل مادرش میفهمه هیولا یعنی چی. کاری به دخترم نداشته باش عوضی. باشه، چشم، 10 میلیون قیمت هیولا 10 میلیونه. پول که بیاد هیولا ساکت میشه. پولتو میگیری؟ میگیری؟ یه چیزی بگو که ندونم جمیله، قدرت همیشه هرچی رو بخواد میگیره. آها راستی، اون مادر شوهرت فضیلت خانم، انگار خیلی با هم دیگه جوری. اسم واقعی ما گفت، تو بهش گفتی؟ چیزی تعریف نکردم اما ممکنه اسم تو گفته باشم.
باز نتونستی جلوی زبونتو بگیری جمیله، باز نتونستی دختر. تموم شد پسرم؟ خودتو خالی کردی؟ خنک شدی؟ تموم شد؟ به من جواب بده پسرم. سینان به من جواب بده. تموم نشده بابا، تا وقتی تو آخرش نرم تموم نمیشه. یه روزه به من خیانت نکرد، پس یه روزه هم تموم نمیشه. به اندازه غرور من خورد میشه، همونقدر که قلب منو شکسته میشکنه. من با دروغ اون روبرو شدم، اونم با حقیقت خودش. تا وقتی یاوزه من مهمت ابلیس نشه این قضیه تموم نمیشه. این فتنه تمومی نداره کازم، این فتنه تموم نمیشه. مجبوری انتخاب کنی، مجبوری انتخاب کنی. نمیخواد مسعود، خودم بیرونم. واقعا متاسفیم که با یه همچین اتفاقی رفتیم تو صدر خبرهای امروز. هم شما و هم کل ترکیه دیدین که همسر عزیزم جواب این بیادبی رو چطور داد. تو که خیلی خوب پیش رفته بودی، این دیگه برای چی بود سینان؟ کارای خیلی مهمی باهات دارم نیل.
حرفو که نمیزن. خانوادش، دوست و رفیقاش، مردم، همه با حرفاشون خوردش میکنن. سینان همینو میخواد. عمدن جلوی اون دست منو گرفت که شکنجش بده. من باعث شدم ماما، من باعث شدم شکنجه بشه، من باعث شدم شکنجه بشه، اما هیچ کاری نتونستم. آروم باش، این کارو با خودت نکن دخترم، نکن. هیچ کاری نمیتونم بکنم ماما، هیچ کاری نمیتونم بکنم. من باعث همه این اتفاقا شدم، اما هیچ کاری نمیتونم بکنم. اون به خاطر من داره شکنجه میشه، اما من هیچ کاری نمیتونم بکنم، هیچ کاری نمیتونم. برای اینکه وضعیت خراب تر از این نشه، فقط یه کار باید بکنی، اونم اینه که هیچ کاری نکنی. نریز تو خودت، حرف بزن، هرچی تو دلت هست و بگو، به هم بگو، زود باش بگو، برای مامانت درد دل کن. حرف بزن، بگو راحت شی، بگو خزان، حرف بزن دخترم، حرف بزن. یعنی هنوز خبر رو نشنیده؟ چرا زنگ نمیزنه؟ کاش الان اینجا بود. فقط اونه که میتونه احساس منو درک کنه. خیلی نیاز دارم با خواهرم حرف بزنم مامان. حرف میزنی با خواهرت؟ با خواهرت حرف میزنی؟ حرف میزنی؟ نرمین یه لحظه وایسا، کاظم خان کجاست؟ ها؟ باز رفته تو مخفیگاهش قایم شده؟ آره کاظم خان رفته. کجا رفته؟ من چه میدونم کجا رفته. فضلت خانم باید حساب پس بدم. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد. بعد از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید. اینجا قیامت به پا شده کاظم خان جون. آخه کجا گذاشتی رفتی؟ دختر بزرگی من که بازیچه دست پسر عزیز شما شده، دلش میخواد خواهرشو ببینه. بچه‌مو قایم کردی، دخترمو بیار اینجا که خواهرش دلش میخواد ببینتش. کاظم خان، آخ کاظم خان، کاظم خان، آخ. کوکوشو شنوا، کوکوشو شنوا. منو کجا آوردی؟ ببینم چه بلایی میخوای سر من بیاری؟ منو کجا آوردی؟ چی کار میخوای با هم بکنید ها؟ چرا منو آوردین اینجا؟ بیاین این دستبندها رو باز کنید، عوضی های کثافت. با شما هم بیاین اینا رو باز کنید. شما منو کجا آوردی؟ چرا دستمو بستی؟ الان به هوش اومد، داره داد و هوار میکنه. شایدم از ترس بزد. سلین خانم، من نمیدونستم قراره بیام همچین جایی.
بچه هر لحظه ممکنه به دنیا بیاد، اینجا نمیشه زایمان کرد، یعنی اسرائیل نیست. هر چی که لازم بوده گفتم بیارن اونجا. به خاطر اون عوضی همه تجهیزات یه بیمارستان مهیا کردن. اینجا یه انبار، محیطش اسرائیل نیست، اینجا نمیشه زایمان کرد. ممکنه هم مادر و هم بچه از بین بره. لاله خانم، لطفاً حرفایی که زدیمو فراموش نکنین. به پولی که قراره همه زندگیتون رو زیر رو کنه فکر کنین. بقیه زیاد مهم نیست. شما هم دخالت نکنید. گفته بودین هیچ آسیبی به مادر بچه نمیرسه. میبرینش به یه خونه که فقط من و شما میدونیم. برادرم مثل من تو دسته شما به دنیا میاد و شما برادرمو میارین میدینش به من. میخوایم بچه رو بدوزی؟ نه نه، اصلا اشتباه متوجه شدین. نمیخوام بدوزمش، میخوام یه کاری کنم بدون اینکه بابا مزید بشه قرارداد طلاق امضا کنه. به محض اینکه امضا کرد بچه رو بهش پس میدم. قرار نیست کسی ضرر کنه، نه بچه نه مادرش. سلین خانم، سلین خانم، با شما بودم، گفته بودین هیچ کس ضرر نمی کنه. هرچی که گفتم همون میشه. پس چیزه، بعدن با هم حرف میزنیم. شبتون بخیر. چرا این کارو با هم کردی؟ ازم چی میخواین؟ کسافت و چی میخواین؟ تو برای چی؟ چرا من آوردی اینجا؟ چرا آوردی؟ نترسی، نه به شما آسیبی میرسه نه به بچه‌تون. از جون من چی میخوای؟ چی میخوای؟ کنار تختتون یه دکمه هست که به موبایل من وصله. هر وقت کاری داشتین فقط کافیه فشارش بده. چی داری میگی تو؟ من آوردی اینجا بستی به تخت بیمارستان، بعد میگی کار داشتی صدام کن. تو کی هستی؟ کی هستی؟ از من چی میخوای؟ برای چی من آوردی اینجا؟ چرا؟ وقتی خواب بودین همه چی رو بررسی کردم. بچه همین امروز فردا به دنیا. نه این دیوونگیه، من اینجا زایمان نمی کنم. من باید بچه‌مو تو بیمارستان به دنیا بیارم. به خاطر بچه‌تون مجبورین آروم باشین و به من اعتماد کنین. اجی خانم، شب بخیر. من باید برم بیمارستان. بیا اینجا، بیا اینجا، به سوالم جواب بده. من نمیخوام اینجا زایمان کنم. چرا من آوردی اینجا؟ چرا؟ چی کار میخوای بکنی؟ نمیخوام اینجا زایمان کنم. نمیخوام، نمیخوام اینجا زایمان کنم. میخوام برم بیمارستان. نمیدونم چرا این کارو کردم، اما بدون اینکه به پیرازا و مزرعه فکر کنم یه راست اومدم اینجا. معلومه که هنوز خوب پسرتو میشناسی. یه شب اینجا رو خریدم بدون اینکه ببینمش. دور بودم، آمریکا. تو تب و تاب برگشتم بودم، با سینان تلفنی حرف میزدم، فهمیدم اتاقی که تو ویلا داشتم و گذاشتین برای مهمون.
منم دیگه بزرگ شده بودم، روی پاهای خودم وایستاده بودم، دستم تو جیب خودم بود. اما با این حال اون اتاق برم میگردون به 12 سالگی. گفتم حالا که تو خونه بابام اتاقی ندارم، میرم دورترین جایی که میتونم زندگی میکنم. بعد اینجا رو پیدا کردم. وقتی برگشتی حتی به ما خبرم نداده بودی. مامانت فهمیده بود که اینجا خونه خریدی. خیلی ناراحت شده بود. دلخور شده بود. دلخور شدن با ناراحت شدن فرق میکنه بابا، میدونی؟ یاووز، مامانت خیلی بهت وابسته بود، درست بندازی بقیه بچه‌هاش. یادت میاد؟ برای اینکه دوباره برات گردون ویلا چقدر زحمت کشید؟ با هم به توافق رسیدیم، مادم تو پلازا خونه گرفتم. چون تو ویلا اتاقی نداشتم دلم نمیخواست برگردم. اون خونواده مال من بود اما خونه من نبود. من اومدم اینجا که به عنوان پدرت ازت خواهش کنم برگردی آمریکا. سینان، واقعا مطمئنی میخوای این کارو بکنی؟ به قدر کافی خورد شد، تبدیل شد به کسی که عشق برادرش رو بوسیده و سیلی خورد. اون وقت تو میخوای بیشتر خوردش کنی. تو رسما میخوای نابودش کنی. آخ، آخ خدای بزرگ، آخ اجه معلوم نیست کجاست، خبر نداری حالش چطوره. اون یکی ور دلته، اما نمیتونی کمکی بهش کنی، نمیتونی دلداریش بدی، نمیتونی آرومش کنی. ای خدا. اصلا حوصله ای تو یکی رو ندارم. برو که نمیخوام ببینمت. برو تو آشپزخونه با نرمین غیبت کن. برو دختر. زندگی عشقی اون دختره یه خنگ هیچ اهمیتی برای من نداره فضیلت. حرف دهنه تو بفهم، وگرنه خودم میدونم. و ببین، نگاه کن اینجا چی شده؟ اینا چیه؟ رد دستای قدرته. وای خدای من، به بخشایی هم که به تو مربوط میشه میرسیم. سراغ تو رو هم گرفت. فکر میکنه من اسمشو بهت گفتم. تو چی بهش گفتی؟ حرفی که نزدی. ها، نگو که راستشو گفتی. دختر، خیانت که نکردی نه؟ ها؟ با تو هم دختر، زود باش بگو چی بهش گفتی. آروم باش، هنوز هیچی بهش نگفتم، اما نه برای ثوابش. امشب به فکر دخترت باش، بعدا در مورد اینکه چی کار باید بکنیم حرف میزنیم. حالا قصتو بخور. فقط همین کم بود تو دنیا به این بزرگی، فقط همین کم بود. یه راست اومد تو همین خونه ور دل من. آخ، تو کتاب یاووزگی من عشق چی بود؟ مسخره ترین اتفاق زندگی، درسته؟ بدون شک عشق اراده را از آدم میگیره.
گرفت. عشق همه چی رو ازم گرفت، هر چی که داشتم و نداشتم. به نظرم اون دو نفر بیشتر از تو دارن اذیت میشن خزن. ناراحت نشو، نمیخوام به طعنه و کنایه بزنم. من نه احساسای خوب و باور دارم نه بد، چون شوهر یاسمینم قلب دیگه. گاهی وقتا از اختیار آدم خارج میشه، اما یه حقیقتی این وسط هست، اونم اینه که من برادر اون بود. چیزی بینمون نبود خزان، من اتفاقایی که افتاده رو تایید نمی کنم. شنیدی چیا بهش گفتن؟ دیدی چجوری خوردش کردن؟ حقش نبود اینجوری له بشه. اون حرفا، حرفای بیرحمانه، توینای ترسناک، هیچ کدومش حق یاووز نبود. درست مثل اون سیدی که پدرش تو بیمارستان بهش زد. بعد از اون سیلی هم که ببین، میدونم که احساساتتون دو طرف است، اما با توجه به شرایط سینان بعد از تصادف، خوشحالم که از احساستون نسبت به یاووز بیخبره. گوکان، میدونی اون الان کجاست؟ لطفاً به هم بگو. نمیدونم، اما اگه میدونستمم، هر فکری تو سرت فکر خوبی نیست. نمیدونم چجوری میتونم قانعت کنم. فقط ازت خواهش میکنم اگه فهمیدی کجاست لطفاً به هم بگو. خزان، همچین چیزی از من نخواه. هیچ کدوم از فکرهایی که در مورد ما میکنی درست نیست. مطمئن باش درست نیست. توقع ندارم به هم اعتماد کنی، اما من مجبورم به تو اعتماد کنم. خواهش میکنم اگه فهمیدی کجاست به هم بگو گوکان، لطفاً. شب بخیر خزان. برای من خیلی سخته که از پسرم بخوام از اینجا بره. برای چی بابا؟ قبلنم این کارو کرده بودی وقتی من 12 سالم بود. میدونی که الان با اون موقع فرق میکنه. رابطه تو و برادرت زخم خیلی بزرگی برداشته. تا وقتی این زخم خوب بشه به زمان نیاز داریم. بهترین تصمیم برای تو، برای برادرت، برای من و برای هممون اینه، و من به عنوان پدرت بابا حرفتو قطع کردم که بیشتر از این اذیت نشی. من هیچ جا نمیرم، حتی اگه برادرم به صورتم نگاه کنه. تا وقتی دردمو بهش نفهمونم و ندیدم که سلامتیشو به دست آورده، تا وقتی به همه سوالایی که تو ذهنشو جواب ندم، هیچ جا نمیرم. تو چجوری میخوای به سوالای برادرت جواب بدی؟ با چه رویی؟ مگه نمیگفتی یه مرد واقعی همونطور که مسئولیت کارهای درستش رو به عهده میگیره، مسئولیت کارهای اشتباهش هم به عهده میگیره؟ اینو خودت بهم یاد داده بودی. بابا، من نمیگم احساساتم درست بوده، اما هیچ وقت حاضر نیستم به حال خودشون رهاشون کنم. اونقدرم ترسو نیستم که بخوام به خاطر خبرهای روزنامه ها و عصبانیت برادرم بترسم و فرار کنم برم. میخوای شجاعتت رو روی برادرت امتحان کنی؟ من خیلی حرف با برادرم دارم بابا، نه برای این که از خودم دفاع کنم، نه برای این که منو ببخشه. باور کن حتی به خاطر خزانم نیست.
چرا متوجه نیستی؟ به خاطر سینان باید باهاش حرف بزنم. باید بهش بفهمونم که این داستان چجوری شروع شد و چجوری به اینجا رسید بابا. تا وقتی هم بهش نفهمونم هیچ جا نمیرم و همینجا میمونم. شجاعت و صداقت برادر تو بهت بر نمیگردونه. خیلی متاسفم. خیلی متاسفم. حیف. متاسفم. بازی رو بذار کنار، یکم حرف بزن. بگو، گوش میکنه. باشه، پس یک کار دیگه میکنی، من حرف میزنم، تو به من گوش کن. چه میدونم، از آب و هوا حرف بزنی، از این ور اون ور حرف بزنی، از اتفاقایی که افتاده بگیم، از این بگیم که چی تو رو خوشحال میکنه. عین این حرفا رو به اونم میخوای بگی؟ معنی این سکوت چیه گوکان؟ سینان، این مسئله برای من مهمه. مهمه چون به برادرام مربوطه. اگه برادرت نباشه چی؟ اگه اون برادرت نباشه چی؟ سینان، عصبانیت و ناراحتی تو درک میکنم. کنارتم. اما کنار اونم هستی. هم کنار من، هم کنار اون. سینان، داداش، مگه همیشه زیر سایه اون له نشدی؟ همیشه زیر سایه اون پسر نمونه له شدی؟ اون بزرگترین ضربه زندگیمو به هم زده، اون وقت تو اومدی داری نصیحتای برادرانه میکنی؟ میگم کنارتم سینان. میگم عصبانیت و ناراحتی تو درک میکنم. میگم کنارتم. داداش، یا باید کنار من باشی یا کنار اون. اینو بدون سینان. تو خانواده ایگمن همه باید طرفشون رو انتخاب کنن. یا باید طرف من باشن یا طرف اون. همین. من برادر شما، برادر همتون. برای من غیر ممکن از طرف کسی باشم. من نمیتونم انتخاب کنم. من انتخابمو کردم. خانوادم. همین. هر وقت خواستی حرف بزنی من پشتتم. اینو بدون. باید طرف تو انتخاب کنی داداش. یا امروز یا فردا. باید طرف تو انتخاب کنی داداش. Thank you.
برای چی اومدی اینجا؟ داشتم نظافت میکردم. جدی پرسیدم یاسمی، تو حموم من چی کار میکنی؟ پنبه تو دستروی مهمون تمام شده بود، یادم افتاد که تو حموم قبلیم بوده، برش داشتم ناش، دارم میرم. میشه بری بیرون؟ برو غیبت کن، یک کاری کن، برو. ببخشین آقای محترم، کجا؟ تشنم شده، اومدم آب بخورم. شما بفرمایین بیرون، من براتون میارم. مثل اینکه ثمر دختر شما از چه دختر ناز و شیرینیه. عزیزم بیا ما بریم تو. خودم میتونم آب بردارم مادر قلابی. دیواراشم بوی پول میاد. یه نگاهی به ویلای جمیله خانم بندازیم ببینیم. توی خونه چی کار میکنی؟ ها؟ برو بیرون. صبح زیباتون بخیر فضیلت خانم. برو بیرون، زود باش برو بیرون، وگرنه به ضرر تموم میشه. دنبال شما میگشتم. دنبال من برای چی میگشتی ها؟ برو بیرون وگرنه اون چشه هیز تو از حدقه در میارم. گم شو. گفته بودم انگار قبلا یه جا دیدمتون. چرا حرف حالیت نمیشه مردک؟ خوب چشماتو باز کن و نگاه کن، من مادر خانم کاظمه ایگه من هستم. حالا زود باش برو بیرون. به اون در دست نزن، همه خوابن. برو بیرون بهت میگم. توی مامان؟ دیدی چی شد؟ دخترتم بیدار کردیم. یه لحظه ببین چی میگم. اون چشاتو درویش میکنی، وگرنه یه کاری میکنم که از نگاه کردن پشیمون شی. مامانم هم همینو میگفت، میگفت چشمای این پسر چشم نیست، عین عقابه. برادرم بالاخره یادم میاد کجا دیدمت فضیلت خانم. چیزی نمونده، خیلی کم مونده. یعنی کجا؟ دخترم
مامان. دخترم عزیزم. چی کار میکنی مامان؟ مامان عزیز دلم. ول کن. قربونت برم. مامان ولم کن. قربونت برم. مامان دارم له. ولم کن ای مامان. ای ولم کن دیگه، چی کار میکنی تو؟ بگیر. چت شده مامان؟ آخه تو ناراحت بودی به خاطر همین چیز شدم، یعنی خیلی قصه خوردم، گفتم بیام اینجا. قربونت برم دخترم. دختر عزیزم. مامان باشه باشه، بذار برم کار دارم مامان. ای بابا چی شده تو آخه؟ دخترم وای خدا، زبونم گرفت نرمی. این عکس ها رو ببین، نگاه کن نارین. ای بابا، اصلا از آقا یاوز همچین توقعی نداشتم. من اگه تو خوابم میدیدم باورم نمیشد نرمی. واقعا از آقا یاوز بعید بود، خیلی براش متاسفم. دیگه مردم مگه یادشون میره؟ حتی همسایه های منم تعجب کرده بودن، هزار جور سوال پرسیدن. آقا یاوز خودشو خراب کرد، نگاه کن تو رو خدا، دیگه نمیتونه سرشو تو خیابون بلند کنه. نگاه کن. خزان، روز بخیر دخترم. اینا چی هن ها؟ ها؟ با کی دارم حرف میزنم من؟ با کی ها؟ ها؟ حالا گوش بدین چی میگم. خوب یادتون باشه، از این به بعد حرف زدن در مورد خبرهای توی روزنامه که هیچ، حتی حق ندارین با همدیگه سلام علیک کنین. فهمیدین چی گفتم؟ اگه گوش نکنین، اگه تکرار کنین، به اون خدا رحممو میذارم کنار، هر دوتاتون از این خونه میندازم بیرون. کازمه که منم نمیتونه براتون گردونه. حالا اینا رو جمع کنین، زود باشین، کار زندگیشون شده غیبت کردن، به هیچ درد دیگه ای نمیخوری. عزیزم اینجوری نکن، به خود طاقت ندارم، نمیتونم اشکاتو ببینم. قربونت برم الهی. گریه نکن، گریه نکن عزیزم، خودتو نابود کردی بس که گریه کردی. عزیز دلم گریه نکن. چه حرفایی پشت سرش نشنیدی؟ سعی میکنه همه جوی تنهایی به دوش بکشه. دخترم ببین، اگه بعد از اون سیلیو میدیدن. خسام عزیزم، تو یه دختر جوون، دختر با پسر فرق میکنه عزیزم. به جای اینکه خدا رو شکر کنی که اسمت نیفتاده سر زبون مردم، آخه این چه حرفایی که میزنی؟ برام مهم نیست، مردم اصلا برام مهم نیستن مامان. من به خاطر مردم به این دنیا نیومدم. وقتی خوردم زمین مردم بلندم نکردن، وقتی گریه میکردم مردم اشکامو پاک نکردن، فقط یابوس کنارم بود همیشه. اون وقتی خوردم زمین یابوس بلندم کرد، اما من الان پیشش نیستم، اونو تنها گذاشتم بین این همه تنها کنایه تک و تنها گذاشتمش مامان. دخترم تو باعث شدی، فضیلت تو باعث شدی اینجوری بشه. سیلی زن برادر، سیلی زن برادر، حیف یاوز. بفرمایین. تنهایی یاوز؟
کجایی پسر؟ دیشب بابا اومد خونه، خیلی عصبانی بود. گفتم یاووس کجاست؟ جوابمو نداد. حالت خوبه تو؟ خزان چطوره؟ من چه میدونم خزان چطوره؟ نگرانته. اذیتش که نمی کنم. چرا باید اون اذیت کنن؟ اگرم کسی اذیت بشه تو اینم منو ببین. روزنامه ها رو نبین. سراغ اینترنت نرو. سعی کن تلویزیون رو روشن نکنی. این همه ضربه خوردی باز میگی خزان؟ سینان چطوره؟ من نرفتم پیشش. سب کردن خودش بیاد حرف بزنه. خدا رو شکر خیلی چیزا رو نمیدونه. خدا رو شکر سلامتیش به خاطر این قضیه تهدید نشد. یاووس الان کجایی؟ بگو بیا میشه با هم حرف بزنی. من هر از گاهی بهت زنگ میزنم تو حواست به سینان باشه. باش حرف بزن، آرومش کن. باشه. کجا رفته؟ صبح بخیر یاسمی خانم. چی کار داری میکنی؟ عوضی راننده ها دارن نگاه میکنن. شمارش معکوس شروع شده. گفتم یادآوری کنم. اگه میخوای تا 10 میلیون بشمار هیچی عوض نمیشه. برو گم شو، منتظر خبرم باش. داری دلمو میشکنی؟ میدونم لذت میبری اما جلب توجه میکنی، نکن. من از هیچ کس نمیترسم. در سوها باید به فکر باشم. جمیله دیگه منو جمیله صدا نکن قدرت. گوکان داره نگاه میکنه. در ماشین رو ببند و برو گم شو. صبح بخیر گوکان خان. صبح بخیر. یه لحظه. الو سلام، یه چیزی ازت میخواستم. این راننده جدید من، مرد کایا، یه جورایی سریع استخدامش کردم. در موردش تحقیق نکردم ببینم چه جور آدمیه. البته من خودم مدارکشو دیدم، اما یه تحقیقی در موردش بکنم بگو باشه؟ ممنونم. یاسمین خانم گفتن موتور ماشین صدا میده، اما من سر در نیاوردم. از تعمیرگاه براشون وقت میگیرم. گفتم شما هم در جریان باشین گوکان خانم. باشه، مشکلی نیست. اگه میخواین خودتون وقت بگیرین. نه، خودت رسیدگی کن. مطمئنین همه چی رو به راه هلاله خانم؟ چیزه، یعنی همه چی اونجوریه که باید باشه کاظم خان. وقتی اجا خانم از حمام اومد بیرون میگم بهت زنگ. باشه، منتظرم. بگین به هم بلافاصله زنگ بزنه. ممنون. کاظم خان یه لحظه صبر کن. وایسا کجا بودی؟
کار؟ کجا رفته بودید؟ دیروز قبل از اینکه قیامت به پا بشه آخه شما کجا بودید؟ مگه قرار نبود با دخترم حرف بزنم؟ مگه نگفتی میتونم صدای دخترم رو بشنوم؟ پس کجا رو نشنیدم؟ دیروز بهت گفتم هر وقت خودش بخواد. این حرفا کدومه کاظم خان؟ چند روز صدای دخترم رو نشنیدم. برای چی داری این حرفا رو به من میزنی؟ اونجا که بردی اینترنت، تلویزیون، این چیزا وجود نداره؟ این همه اخبار رو نشنیده؟ نشنیده که چی به سر خواهرش اومده؟ همه ی عالم و آدم دارن در مورد خواهرش حرف میزنن. نمیتونه یه زنگ به خواهرش بزنه بگه خواهر جون حالت چطوره؟ برای چی نمیشنوی چی میگم بهت؟ میگم چرا دخترم زنگ نزده حال خواهرش رو بپرسه؟ فضیلت خانم برین و صبر کنین بهتون خبر بدم. ببین چی میگم کاظم خان، ببین چی میگم. نمیتونی مثل دیروز دست به سرم کنی. همین الان گوشتو در میاری و زنگ میزنی به دخترم. من میخوام صداشو بشنوم. زود باش زنگ بزن. زود باش همین الان در بیار گوشتو. در بیار دیگه، زود باش منتظرم. نمیفهمی چی گفتم؟ دخترت نمیخواد باهات حرف بزنه. برو صبر کن تا خودش دلش بخواد باهات حرف بزنه. آره صبر کن. این دفعه دست از سرت بر نمیدارم کاظم. اگه من هر چقدرم سعی کنی حرف خودتو پیش ببری، من دست بردار نیستم. تا وقتی به دخترم زنگ نزدی که باهاش حرف بزنم، دست از سرت بر نمیدارم. دمت گرم دختر، خوب جوابشو دادی. آفرین به تو دختر، حقشو گذاشتی کف دستش. تفلکی چقدرم ناراحت بود. آیدم ناراحت باشه، من اگه جای اون بودم ناراحت میشد. خودت هم اگه جای اون بودی ناراحت میشدی. مرد یه لحظه نگه دار. درست نیست کوهی، ما اونجوری که از بیرون به نظر میاییم نیستی. مطمئن باش نیستی. پشیمونم که عاشق عشق برادرم شدم، اما از این که عاشق خزان شدم پشیمون نیستم. میدونم که کار درستی نمی کنم، اما فکر می کنم برای هر دوتون بهتره که با هم حرف بزنیم. یعنی تو باش حرف زدی گوکا؟ خیلی ازت ممنونم، واقعا ممنونم. آقا فینان، خزان خانم الان لب ساحل با آقا گوکان حرف زد، بعدش هم سوار تاکسی شد. دنبالشم. خب ببینم شنیدی چی گفتن یا نه؟ نه نتونستم نزدیک بشم. آقا گوکان یه کاغذ به خانم داد، اونم سوار تاکسی شد. چه این تو؟ باشه، تو به تعقیب کردن ادامه بده، هر جا رفت به من خبر بده. چشم. امیدوارم طرف درست رو انتخاب کرده باشی داداش. خوش اومدین، بفرمایید. خب قضیه رو میدونیم، چی کار میتونیم بکنیم؟ آقای آووز رو چجوری شوت کنیم؟ همین امروز میخوامش. داسمی خانم، امکان نداره، اینجور آزمایش ها یه روزه حاضر نمیشن. واقعا؟
من که رقم خوبی بهتون پیشنهاد کردم. فقط 24 ساعت یه دقیقه هم کم و زیاد نشه. وقت بخیر. $10 میلیون برای یه مسواک. راحت باش، نتیجه رو میگیری، 10 میلیون رو میذاری تو جیب اون عوضی. برادرتون سهامدار و مؤسس اصلی شرکته و... نمیخوام بهم درس حقوق بدی، میخوام جواب بدی. همونطور که همتون میدونین، همتون که هیچ، همه ی ترکیه میدونن، رابطه ما دوتا برادر خراب شده. وضعیتی که برای برادرتون به وجود اومده شرکت رو از لحاظ تجاری دچار خطر میکنه و شما میتونین با یه تصمیم مشترک بین شرکا قضیه رو توسط قانون پیگیری کنید و از شراکت بذاریدش کنار. بدون دادن یه لیر؟ تو این شرایط غیر ممکنه. تو چه شرایطی ممکنه؟ سینان، اگه یه چیزی مثل ورشکستگی در میون باشه. باشه، پس ورشکسته میشه. سینان میشه یه لحظه بیای؟ چیه؟ سینان تو داری چی کار میکنی؟ فقط یابوس از شراکت خارج نمیکنی، داری هممونو ورشکست میکنی. ورشکست میشیم که بشیم؟ سینان، این شرکت اونقدر هم مهم نیست. من هنوز عضو شرکت ایگمنام، اما یه نفر هست که عضو نیست. سینان داری اشتباه میکنی. خب جناب وکیل، کجا رو باید امضا کنم؟ البته امضای خانم خزان جامکران هم به عنوان شریک لازمه. باشه، مشکلی نیست، امضا میکنه. فضیلت خانوم، روزای سختیه نه؟ آره، روزای سختیه، خیلی سخت، اما برای تو باید سخت‌تر باشه. برای تو اگه یه ذره حس خواهری داشته باشی، برات باید سخت‌تر باشه. راستش چرا دروغ بگم؟ از روزی که تو و دخترات اومدین توی زندگیمون، هر روز برام سخت بوده. جدی میگی؟ خیلی خب، دست از این حرفا بردار دختر جون. برو لباسای پلوخوری شوهرت اتو کن، برو با برادرت سر کله بزن. دخترم هم بسپر به خودم، کاری بهشون نداشته باش هیچ وقت. مگه از دخترات خبر داری؟ کو؟ اجه کجاست؟ خیلی دلت برای اجه تنگ شده نه؟ تو خبر نداری کجا رفته نه؟ آخه عزیزم، این حق مادری مثل تو نیست. بعد آدم که میگه نمک نشناسه ناراحت میشی. دخترت نمک نشناسه، نمک نشناس، انقدر نمک نشناسه که حاضر بچه‌شو دور از چشم مادرش به دنیا بیاره. میتونیم بریم مسعود. کاظم خان اگه راه دوره با جیب بریم. نه، میریم پولونسکوی. آه پولونسکوی؟ چرا میری اونجا بابا جون؟ یک کاری دارم دخترم. آره یک کاری داریم. ممکنه بابام شک کرده باشه، داره میره پولونسکوی. میدونی که باید چی کار کنی؟ اما سلین خانم بچه. ببین، اگه کاری که گفتم رو نکنی و بابام بره اونجا بفهمه که اونجا نیست. خیلی بیشتر از اونی که فکر میکنی ضرر میکنی دانه. حالا بس نکنه، کاری که گفتم رو بکن، فهمیدی؟ میگذاره بذارم، اینم نمیدونم چجوری، اما میدونم که میگذره. بهت قول میدم از اینجا نجات پیدا میکنیم. منو تو خیلی چیزا رو پشت سر گذاشتیم، اینم میگذره،
اینم پشت سر میذاریم، بهت قول میدم عزیزم. از من چی میخوای؟ از جون من چی میخوای؟ تو چه جور آدمی هستی؟ تو پرستاری مثلا؟ دلت برای پسرم نمیسوزه؟ حالا روزمو نمیبینی؟ آروم باش، به بچت فکر کن و آروم باش. بگین از جونم چی میخوای؟ هر چقدر پول میخوای میدم، فقط خواهش میکنم منو ببری بیمارستان. خواهش میکنم، خواهش میکنم. اگه کارایی که میگی ما انجام بدی هیچ اتفاقی نمیفته، همه چی دست خودته، فهمیدی؟ چی میخوای؟ باید با شوهرت حرف بزنی، باید بهش بگی همه چیز رو به راهه، یه جوری خیالش رو راحت میکنی که نیاد خونه. اگه اشتباهی ازت سر بزنه کشته میشی. ایجه بچه رو از دست میدیم، شاید بتونم تو رو نجات بدم، اما بچه رو نمیتونم نجات بدم. اون وقت مجبوری بدون بچه به زندگی ادامه بدی. ایجه؟ قاسم حالت خوبه ایجه؟ نگرانت شدم. چند بار بهت زنگ زدم اما گفتن خوابیدی، یکم پیشم زنگ زدم گفتن حمامی. مسیجت یکم منو نگران کرد. همه چی رو به راهه؟ معلومی که رو به راهه، بهت که گفتم اینجا مثل بهشته. بکنم به خاطر هوای تمیزه، مدام خوابم میگیره. یه خوردم سنگین شدم قاسم، همش میخوابم. بخوابه احتیاج دارم. رابطت با لاله خانم خوبه؟ همه چی عالی، هیچ مشکلی نیست. اما اجه مسیجی که دادی عصبی شده بودم به خاطر شرایطم، هورمونم به هم خورده، یکم زیاده رفیق کردم. خوب با هم کنار اومدیم، همه چی رو براه، هیچ مشکلی نیست. صدات یکم بازم خوابم گرفته، بعد از همون یه لیوان شیر خوردم، انگار سنگین شدم. بهتره یکم برم استراحت کنم. باش گوشی رو قطع کن، من تو رو هم تا یه ساعت دیگه اونجا میرسم. داریم یه اینجا کازم، اگه ناراحت نمیشی میشه ازت بخوام نیایی؟ چرا؟ چیزی غذایی من نمونده، اومدم اینجا که یکم تنها بمونم. کازم از لحاظ روحی نیاز دارم، نمیخوام از وسط را برت گردونم، اما امروز دلم نمیخواد کسی رو ببینم. کازم فردا هم میتونی بیایی یا پس فردا؟ اصلا یه کاری میکنی؟ میگم بهتره روز زایمان بیای. آره اون روز بهتره، لاله خانمم قبلش. مطمئنی؟ مطمئنم، میخوام تنها باشم، لطفا ناراحت نشو. ناراحت نشدم، اما مامانت خیلی نگرانته، میخواد با حرف بزن. خواهرتم همینطور. نمیخوام ببینمشون، نمیخوام باهاشون حرف بزنم، حوصله‌شون رو ندارم. فقط تلفنی باهاشون حرف بزن. خیلی گرسنمه، غذا آوردم، میشه بعدن حرف بزنی؟ باشه چه هر چی تو بگی، مواظب خودت باش. اجه خانم میخوان غذا بخورن. کاظم خان با من کاری ندارین؟ نه خیلی ممنونم. اگه میایین اینجا بگم براتون غذا درست کنم. نه نمیام اونجا، بعدم بهتون زنگ میزنم. باشه قربان. پایین. من و همسر عزیزم خزان از این بابت خیلی ناراحتیم. هم شما و هم کل ترکیه دیدین که همسر عزیزم جواب این بیادبی رو چجوری داد.
سیلی که عشقم به برادرم زد در اصل ضربه‌ای بود که به خیانت کار زد. در مورد برادرم هیچ حرفی ندارم بزنم. نمیتونم بهتون بگم یه همچین خیانتی از طرف یه برادر چقدر میتونه تلخ باشه. فقط یه چیز میتونم بگم، این خیانت از برادرم و از نام خانوادگی اگمن بعید بود. خواهشی که ازتون دارم اینه که بچه ها رو باید با شعر بزرگ کرد، چون هر بچه شعریه که پدر و مادر اونو سرودن. هر پدر و مادری یه شاعرن و تو پسر کوچولوی من وقتی بزرگ شدی مرد شدی، همونطور که من تو گوش مادرت زمزمه کردم این شعر رو زمزمه کن تو گوش اون زن خاص، پدرت کاظم اگمن. آن زمانی بیا که دل کندن ممکن نباشد. زمانی که رد زنجیرهای روی دستهایم رو به بهبود گذاشته باشد. سیاهی چشمایم طوری باشد که هر که میبیند گمان کند نابینا گشتم. گونه هایم از عشق هایم خشک شده باشد. لب هایم نیز ترک ترک. درست زمانی بیا که دل کندن ممکن نباشد. شاید هزار عشق را پشت سر گذاشته باشم و هیچ کدام در نظرم نمانده باشد. هیچ کدام نتوانسته باشد جمله هایم را کامل کند. هیچ کدام نتوانسته باشد شبم را به صبح وصل کند. لبخنده هیچ کدام به اندازه لبخنده تو قلبم را نرو بوده باشد. خیال هیچ کدام به درخشندگی خیال تو در ذهنم نمانده باشد. اثر هیچ کدام روی بدنم نمانده باشد. آن زمان بیا که دل کندن ممکن نباشد. زمانی که هیچ کس نتوانسته باشد گریه های بی صدایم را به فریاد هایی پر از های های تبدیل کند و دست هایم دست کس دیگری را لمس نکرده باشد. حتی برای یک از لب هایم اسم کس دیگری را آنگونه که با عشق اسم تو را صدا می زند صدا نکرده باشد.
هر کسی که خواسته باشد جای تو را بگیرد از من دور شود، همانند دانه های شنی که بادانها را با خود می‌برند. وقتی که فکر رها شدم، فکر فراموشی، فکر ترد شدن وجودم را سرد کرده بود، آن زمان بیا که هر قطره خون که در رگ‌هایم جاری است با گرمای وجودت گرم شود. آن زمان بیا که دل کندن ممکن نباشه. اینجا خیلی قشنگه، ساکت، آرامش بخش. چجوری اومدی؟ و برای چی اومدی؟ دلم خواست بیا، فقط دلم خواست بیا. سینان چطوره؟ نیومدم اینجا در مورد سینان حرف بزنم، اومدم کنارت باشم. همه چیو تنهایی به دوش میکشی مثل همیشه، اما این عادلانه نیست، حقیقی نیست، درست مثل اون سیلی. این به صلاح همه است. همه؟ همه به غیر از تو؟ همه به خاطر تو، به خاطر غرورت خزم، و از همه مهمتر به خاطر سلامتی برادرم. سلامتی برادرت؟ فکر میکنی اذیت شدم به خاطر خبرهای روزنامه ها، خبرهای تلویزیون و اینترنت؟ اما باور کن برام مهم نیست. ببین، تو خونه شیشه ای زندگی میکنم، همه چی مشخصه اینجا. هر کی میخواد بیاد اینجا رو سرم خراب کنه، هر چی دلش میخواد به هم بگه. اما برادرم بیشتر از این نباید اذیت بشه. اون بچه از برادرش سر بخورد، اما هنوز سر باست. فکر میکنه سیلی که تو زدی واقعیه. الان فقط به لطف اون سیلی سر پا وایساده. این بی‌انصافیه. بی‌انصافی؟ بذار بهت بگم بی‌انصافی چیه. عشق بی‌انصافیه. Thank you.
هنوز اونجاست؟ بله آقا فینا، چون دیوارا شیشه ایه همچنان میتونم عکس بگیرم. ارزش عکس گرفتن داره؟ الان فقط دارن حرف میزنن، عکس ها رو بفرستم برای روز نمید. نه فعلا صبر کن، الان نه، بهت خبر میدم. چشم. چرا هنوز هیچی گیر نیاوردی؟ هر جا که فکرشو میکردیم گشتیم آقا سینا، نبودن. از اردال خبری نیست؟ دیروز پلیس اومد شرکت، دنبال اردال میگشتن، هممونو بازجویی کردن. فکر میکنم بهتر باشه پیشون رو نگیریم، شاید درد سر باشه. من از تو راهکار نخواستم، من کریم ییلدیز رو میخوام، فهمیدی؟ تو فقط پولتو میگیری، بقیهشم میسپری به خود من. اون زنو برام پیدا کن، اگه ته جهنمم رفته باشه میری پیداش میکنی، فهمیدی چی گفتم؟